حالا با یه جمله کلن سه تا پارامتر بیشتر ندارن، یعنی شما سه تا پارامتر رو بلد باشید میتونید یه قالب HTML رو تبدیل بکنید به قالب جمله. طراحی قالبش هم خیلی راحته. اول چیزی که باید شما یاد بگیرید دستورات JDOC هستن. چیزی که توی طراحی قالب جمله براتون نیاز هستش همین چهار تا JDOC هستش که براتون نوشتم. اولین JDOC JDOC head هستش، توی اتریبیوتش تایپش head هست. این اتریبیوت براتون کاری که انجام میده متا تگ ها، تایتل و تمام چیزهایی که شما توی تنظیمات جمله وارد میکنید رو براتون نمایش میده. دومین JDOC تایپش کامپوننت هستش. اسمش معلومه. اگر با جمله کار کرده باشید افزونه‌هایی رو داریم به نام کامپوننت که اینها توی یک موقعیتی از سایت نمایش داده میشن. اگر بخواید کامپوننت ها رو نمایش بدید از این دستور JDOC استفاده میکنید. من اسلاید ها رو بهتون میدم اگر خواستید. بعدا میتونید حالا به عنوان سورس ازش استفاده بکنید. چیزی نیاز نیست بنویسید. مورد بعدی که وجود داره پیغام های جمله است، JDOC مسیج. این هم همراه با کامپوننت فراخونی میشه. مثل پیغام های رمز عبور خود را اشتباه وارد کرده اید یا یک ایمیل برای شما حاوی لینک فعالسازی ارسال شده، یک همچین چیزایی. اگر بخواید اینها رو توی سایتتون نمایش بدید میتونید توی حالا با این دستور توی موقعیتی که خودتون مد نظرتون هستش نمایش بدید. معمولا مسیج و کامپوننت با هم دیگه میذارن، یعنی اول مسیج رو میذارن بعد کامپوننت رو، چون بالا اختارها نمایش داده میشه، عرفش اینجوریه. و موضوع بعدی ماژول ها هستش. همونطور که میدونید ماژول ها توی جمله، در واقع توی تمپلیت جمله، اون چیزهایی که توی موقعیت ها قرار میگیرن ماژول ها هستن. یعنی شما اگر بخواید یه چیزی توی جمله، یه ویجت بخواید اضافه بکنید، ماژوله. و جمله این قدرت رو داره که شما هر چقدر که بخواید براش موقعیت ماژول تعریف بکنید. اگر بخواید موقعیت ماژول تعریف بکنید از این JDOC استفاده میکنید. اولین گزینه‌اش تایپش ماژولز هستش. این نشون میده که چیزی که شما دارید فراخونی میکنید یک مدل ماژوله. مورد بعدی اسم اون موقعیت هستش. اگر توی مدیریت ماژول ها وارد شده باشید بخواید یک چیزی رو توی یک موقعیت نمایش بدید، اون اسمی که اون موقعیتی که قرار میگیره همین اسمی که شما اینجا تعیین کردید. در مورد JDOC صحبتی نیست؟ نه؟ مورد بعدی که توی ساختار قالب های جمله خیلی کاربرد داره و میشه گفتش نصاب همه این اتفاقات هستش، تمپلیت دیتیلز هست. تمپلیت دیتیلز که پسوندش هم XML هستش، یه سری دستورات XML که شما میتونید از اونها استفاده بکنید برای حالا نصب، معرفی موقعیت، کپی کردن فایل ها و پارامترهایی که توی قالباتون تعیین میکنید. XML ها وظایفشون بیشتر اینها هستش. اولین تگی که داریم تگ اکستنشن هستش. تگ اکستنشن سه تا اتریبیوت داره. اولین اتریبیوتی که هستش ورژنه. ورژنی که اینجا نوشته شده ورژن جمله شما رو نشون میده. این ورژن ها ارث بری دارن. به چه معنا؟ یعنی اگر شما اینجا بنویسید 3.1 نسخه جمله رو دارید می‌نویسید. اگر بنویسید 3.1 این 3.1 روی 3.6 هم نصب میشه. ولی اگر برعکس رو انجام بدید این اتفاق نمی‌افته. یعنی اگر بذارید 3.6 روی 3.1 نصب نمیشه. معمولا این رو میذارن روی 3.1 که حالا دیگه آخرین نسخه فیل شده 3 هستش، یا حالا هر کسی نسخه جملهش به 3 میخوردش نصب بشه، یا مثلا اگه واسه جمله 2.5 هستش میذارن 2.5. گزینه بعدیش تایپه. این XML توی همه جا استفاده میشه، توی کامپوننت، توی ماژول، توی پلاگین. سلام، خواهش میکنم بفرمایید. مورد بعدیش تایپه. این XML رو همه جا استفاده میشه، توی کامپوننت ها، توی ماژول ها، توی پلاگین ها. اگر بخواید حالا تایپش رو بذارید واسه تمپلیت بخوام بنویسین، تایپش رو بعد بذارید روی تمپلیت. اگر ماژول بخواید نصب کنید میذارید روی ماژول. الان چیزی که ما کار داریم باهاش تمپلیت هستش. و گزینه بعدی همونطور که میدونید تمپلیت ها دو دستن توی جمله. یکی برای کلاینت یا همون سایت هستش، یکی هم برای ادمین. اگر قالبی که طراحی میکنید برای سایت هستش، اون قسمت کلاینت رو بذارید روی سایت. همین نکتهش فقط تو همین. خب میریم تگ بعدی. یه سری تگ‌های اطلاعاتی داریم برای اینکه حالا شما قالب خودتون رو معرفی بکنید، تاریخ نشرش رو بدید، لایسنس رو تعریف بکنید، که به این صورت هستش. نیم ترتیبش هم همین جوریه. حالا این مقدار جابجا بشه اشکال نداره، ولی ترتیبش رو بدین به این شکل هستش. نیم نام قالب،
سعی بکنید توی نام قالب از اسپیس استفاده نکنید، سعی بکنید تا حد امکان با حروف بزرگ بنویسید، یا نه اینکه این کار رو انجام ندید نشه. این یه سوری توصیه شده، ریکامند خودمونه. کریتیشن دیت که اینو میتونید به هر تاریخی که بزنید، حالا میتونید میلادی بزنید، شمسی بزنید، ولی ترجیحاً میلادی بزنید چون قرار هستش توی نسخه های بعدی جمله این اتفاقات قشنگ به اصطلاح توی قسمت مدیریت قالب ها، مدیریت ماژول ها لیست بشه. پس تا حد امکان اون تاریخ هم میلادی بزنید. نویسنده قالب اسم خودتون، هر چیزی که خواستید میتونید بنویسید، فارسی، انگلیسی. ایمیل نویسنده، سایت نویسنده، متن کپی رایت، اگه کپی رایتی داره قالبتون میتونید اینجا وارد بکنید، لایسنس قالب، نسخه قالب و در نهایت هم توضیحات قالب. یه نکته توی توضیحات قالب هسته، شما توی اینجا اصلا اجازه ندارید از کدهای HTML استفاده بکنید، که اگر این کار رو بکنید امکان داره اصلا قالبتون نصب نشه. پس تا حد امکان اگر میخواین توضیحاتی بنویسید توش HTML باشه، از سی دیتا استفاده بکنید. سرچ بکنید توی W3 اسکول سی دیتا چجوری هستش، از سی دیتا برای نوشتن HTML توی این فیلد استفاده بکنید. این هم فیلدهای اطلاعاتی ما. بعد موضوع بعدی که ما توی جمله داریم فایل ها هستن. شما اگر بخواین قالبی رو نصب کنید، ماژولی رو نصب کنید و هر اتفاق دیگه ای، باید از طریق XML بهش دستور بدید که این فایل نصب بشه، کپی بشه. چه چیزی این رو متوجه میشه؟ همین تگ فایلز. اگر شما فولدری رو دارید، یه پوشه‌ای رو میخواد کلهم توی اون روت قالب کپی بکنید، از دستور از تگ فولدر استفاده میکنید و اون پوشه‌تون رو مینویسید. اگر یک فایل خاص هستش، مثلا index.php یا مثلا jstring.php، اینها رو هم میتونید با پسوند با تگ فایل نیم کپی بکنید. گزینه بعدی که داریم تگ پوزیشنز هست. تگ پوزیشنز رو که باز میکنید میتونید موقعیت‌های قالب خودتون رو اونجا تعریف بکنید. این مورد کاملا اختیاری، قرار نیستش که شما اینجا پوزیشن ها رو تک به تک بنویسید. اگر پوزیشن شما توی قالب شما تعریف شده باشه، نه تو تمپلیت دات XML، همون رو تایپ بکنید میتونید توی موقعیت بنشونیدش. ولی اگر میخوان توی موقعیت توی مدیریت ماژول ها نمایش داده بشه، میتونید اینجا لیست اون موقعیت های خودتون رو بنویسید. پوزیشن تگش رو باز میکنید، اسم حالا موقعیتتون رو مینویسید. این اسم موقعیت با اون اسم موقعیتی که توی حال جی داکا نوشتیم باید برابری بکنه. اسم موقعیتتون رو مینویسید، تگش رو میبندید، هر چقدر که داشته باشین زیر همین مینویسید. فقط نکتهش اینه، یه تگ پوزیشنز باز شده، بعد توش پوزیشن داده شده، فقط نکتهش رو همین. و یه تگ تقریبا پرکاربردی هم که هستش تگ لنگویج هسته. شما اگر قالبتون یه قالبی باشه که زبان هم فایل زبان هم داشته باشه، مثلا توی متغیراش میخوان فایل دو زبانه بکنن، یا اصلا قالبی هستش که میخوان بفروشیدش، معمولا قالبای فروشی باید این نکات رو رعایت بکنن، حتما باید یک فایل زبان داشته باشه. فایل زبان هم همونطور که میدونید با پسوند INI هست و حالا تعریف و این چیزاش هم که دیگه جداگانه قطعا برید بخونید، ولی استانداردی که میخواین استفاده بکنید تگ لنگویج رو باز میکنید، اون فولدری که مربوط به لنگویج هستش توی پوشه خودتون، اون رو بهش آدرس دهی میکنید، حالا هر چیزی. بعد یه تگ دیگه باز میکنید، اما تگ لنگویج خالی، حالا اون تگی که مینویسید، اگر انگلیسی en-gb، اگر فارسی fa-ir و خیلی چیزهای دیگه. بعد استاندارد نامگذاری اون فایل چیزیتون هم به این صورته که اولشون حالا استاندارد ایزو زبان رو میذارید، TPL مخفف تمپلیت، بعد اسم قالبتون رو که اسم قالب همون اسمی هستش که شما پوشه خودتون رو به اون نام درست کردید، و در نهایت هم که بهش آدرس دهی میکنه، اگر چند تا زبان دارید میتونید اینجا اضافه بکنید. سوالی تا اینجا نیستش؟ چقدر خوب. این پوزیشن هایی که گفتیم، خب این پوزیشن ها همون پوزیشن هایی هستن که توی قالب تک تک، مثلا یه قالب مثلا 20 پوزیشن، تک تک این 20 اینجا تعریف میشن؟ آره، تمام پوزیشن هایی که شما تعریف میکنید توی قالبتون
تک تکشون رو اینجا باید بیاین بذارید. من یه دونه رو به صورت خلاصه نوشتم. ولی اگه موقعیت اگه تعداد زیاد داشته باشین دونه دونه اینجا می‌نویسید و این موقعیت‌ها اسمشون هم باید با اون اسمایی که توی جی داگ تعریف کردید یکی باشه. نه. آی فریم خودش یک، حالا اگر بخواید استفاده بکنید منظورتون آی فریم این تو خود کامپوننت تعریف میشه. شما یک چیزی داریم ما داخل خود جملا، یک کامپوننت داریم برای همین آی فریم که حالا اونو توی موقعیت کامپوننت فراخونی میکنید. ولی توی تمپلیت هیچ چیزی به عنوان آی فریم تعریف نمیشه. توی XML هیچی تعریف نمیشه. برسیم چشم. موضوع بعدی که میخوام در موردش بحث بکنیم و تقریبا مهم هستش و خیلی از طراحای غالب اون رو رعایت نمی‌کنم و خیلی چیزای دیگه، تگ کانفیگ ماست. کانفیگ در واقع همون پارامترهایی هستش، خواهش می‌کنم. کانفیگ در واقع همون پارامترهایی هستش که ما توی قالبمون میذاریم. به عنوان مثال می‌خوام عرض ماژول‌ها، عرض قسمت کامپوننت یا مثلا متن کپی رایت، این چیزها رو میخوایم تعریف بکنیم. اگر بخواید همچین کار رو انجام بدید حتما باید تگ کانفیگ رو باز بکنید. تگ کانفیگ کارش اینه، من کلا سیستم کانفیگ رو اینجا نوشتم و آخر از همه هم قرار میگیره. آخرین تگی که ما بررسی میکنیم همین تگ کانفیگ هستش. کانفیگ رو مینویسید. فیلد نیم منظورش این هستش که چه اتفاقی قرار بیفته، پارامترها رو قرار تعریف بکنیم. فیلد نیم میشه پارامز. فیلد ست ادوانسی که اینجا نوشته منظور اون تب ادوانس هستش. هر چیزی که با اسم فیلد ست شما توی مدیریت قالب توی XML اش می‌بینید منظور همون تب هایی هستش که توی مدیریت قالب نمایش داده میشه. و این ادوانسی هم که نوشته توضیح داره. ادوانسی که اینجا نوشته پیش فرض توی زبان جمله تعریف شده. یعنی شما اگر توی فارسی باشین این می‌نویسه پیشرفته، اگر توی انگلیسی باشین هم ادوانس رو می‌نویسه. نکته‌ای که هستش اگر می‌خواین فیلد ست نیم اختصاصی برای خودتون ایجاد بکنین توجه داشته باشید که این فیلد ست نیم ها تعریف نشده است. حتما باید براش همون فایل زبانی که گفتیم رو تعریف بکنید. توی فایل زبانتون حالا بذارید ایجاد بکنید خودش میگه چه به اصطلاح ثابتی رو بعد برای این قضیه در نظر بگیرید. و گزینه بعدی که هستش، یعنی گزینه فیلد ما هستش، همون پارامتریه که ما توی قالب خودمون استفاده میکنیم. این پارامتر میتونه هر چیزی باشه. تایپش که الان 15 دقیقه بعد دیگه تمام میشه. بیان قسمت نصبش رو نمیرسم، کارگاه بعدی هم برسه. بله. خیلی وقتش هم گذاشته. یه قسمت فیلد نیم داریم که اسم فیلد شماست. اگه قراره واسش یه پارامتر پی اچ پی بنویسید حتما این فیلد نیم رو یه فیلدی بذارید که تو اون قسمت پارامتر پی اچ پی تون تعریف بکنید. این اسم باید با هم دیگه برابری بکنه. تایپش هم تایپ های مختلفی داره. شما میتونه از خود docs.joomla.org روی ویکی جوملا برید حالا تایپ هاش رو ببینید. تایپ هایی که وجود داره تکست هستش، یک کادر متنی، تکست ایریا هستش، کالر هستش و و خیلی چیزهای دیگه. اکسس لول هست که مال خود جمله هست. اگر بخوایم فرضاً یه قسمت رو واسش تعریف بکنید که فقط یه گروه کاربری خاصی به اون قسمت دسترسی داشته باشن، میتونید توی این تایپ های خودتون تعیینش بکنید. و گزینه بعدی هم دیفالت هستش. مقدار پیش فرضی که شما تعیین می‌کنید اینجا اگر طرف قالب رو نصب کرد این کادر براش به عنوان پیش فرض پر میشه. حالا هر چیزی میتونه باشه. گزینه بعدی که هستش لیبل، عنوان فیلد. عنوان فیلد همون چیزی هستش که شما توی مدیریت سایت توی قسمت تنظیمات قالب میبینید. این فیلد و فیلد پایینیش هر دو قابل ترجمه هستن. یعنی شما یک استرینگ رو اینجا بذارید هر دوتا رو میتونید یک فیلدهای قابل ترجمه بذارید. فرضاً بذارید همون TPL نمیدونم آندرلاین، حالا کانفیگی همچین چیزی. این رو واسهش بذارید بعد این رو ببرید توی PHP توی اون لنگویجتون توی همون فایل زبانتون یک ثابت براش بنویسید. به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. گزینه بعدیش هم که توضیحات فیلد، آخرین گزینه هم فیلتره. فیلتر همون گزینه های شرطی هستش که ما توی قالب داریم. مثلا الان چیزی که من اینجا نوشتم از خاطرم بود اینتیجر بود.
اینتیجر یعنی عدد، یعنی این فیلد فقط میتونه عدد باشه، یا مثلا ایمیل، این فیلد فقط میتونه ایمیل باشه، خودش میاد ولیدیت میکنه دیگه، نیازی نیست شما واسهش کد جداگانه ای بنویسید. سوالی تا اینجا نیست؟ چی؟ خواهش. فونت ها و اینجور چیزها همگی توی کانفیگ تعریف میشن و اینها هم بستگی داره شما چه کاری رو بخواید اینجا انجام بدید. این اتفاق خیلی جالبی هست که تو خیلی از تمپلیت ها هستش. حالا سلام، خواهش میکنم. اینو شما میتونید یک چک باکس، سلامت باشید، یک چک باکس میتونید واسهش تعریف بکنید. خب بعد تو اون چک باکس ها توی اون لیستایی که داره اسم کلاس ها رو بنویسید. یه دونه هست دیگه. خنکه. آها، بس دارم. میتونید تو اون چک باکس کلاس ها رو تعریف بکنید و اگر کاربر اومد اون کلاس ها رو پر کرد، اون کلاس ها رو انتخاب کردش، اون کلاس براش فعال بشه و اون فونت رو نمایش بده. اینجا شما به صورت پیش فرض نمیتونید فونت ها رو بنویسید. در صورت شما میتونید فقط فونت ها رو به صورت یک کلاس در بیارید، مثلا بنویسین دات فونت 1 توی سی اس اس تون، اون فونت فامیلیش رو بهش میدید، حالا اون فونت فیس ها هم که قبلا دادید دیگه، فونت فامیلیش رو بهش میدید، توی این چک باکس ها اسم اون کلاس رو مینویسید. بعد اون جایی که میخواد فراخونی بشه، مثلا توی تگ بادی یه استایل داخل خودش میرسیم به اونجا، یه استایل باز میکنید اونجا، بعد اون وقت میگه که این پارامتر رو برو از مدیریت قالب تو از تو کانفیگ ها بخون. خب در نهایت هم که تگا رو میبندید دیگه، همه این چیزایی که گفتم آخرش تگاش بسته میشه. خب کد های پی اچ پی ما کلا با همین چند تا کدی که من اینجا نوشتم سر کار داریم، بیشتر از این دیگه میشه قالب‌های حرفه‌ای که شما بخواید واسش استرینگ تعریف بکنید، بخواید براش پارامتر تعریف بکنید، فریم ورک بذارید واسش، کل چیزهایی که ما لازم داریم برای قالب‌های جمله همین کد ها هستن. و این چهار تا کد رو من یه توضیح در موردش بدم. کد اولی و کد دومی کاری که براتون انجام میده اینه که دستور جملایی بودن قالب رو به سیستم میده، میگه که حالا معمولا با جی فکتوری اینا چیز میکنن، معرفی میکنن، اون داکیومنتی که گفته فایل های جمله رو بخون برای من. اولین گزینه فایل های جمله رو بخون برای من، که فایل ما این دوتاست دیگه، فایل سی اس اس و جاوا اسکریپت، تعریف میکنه این دوتا رو. دومی هم خود جمله رو معرفی میکنه، میگه این قالبی قالب جملایی هستش. و گزینه دو تا گزینه بعدی هم تنظیمات شما رو از داخل XML میخونه، یعنی شما اون همه اتفاقاتی که تو XML انجام دادیم، بالاخره خود سیستم، خود قالب باید متوجه بشه اینها رو از کجا بخونه. با این دو تا دستور شما میتونید به راحتی اون دستورات رو از داخل XML فچ بکنن یا حالا بگیرید یا همچین چیزی. دو تا گزینه دیگه هم داریم برای بارگذاری فایل های CSS و JS. سیستم بارگذاری فایل جمله با سایر سیستم ها مثل حالا وردپرس و مثل حالا خود HTML خیلی متفاوته، فقط تو همین قسمتش. برای اینکه شما یک فایلی و یک فایل CSS رو بهش آدرس بدید، this add style sheet و یه همچین آدرسی، این قسمت برای زمانی هستش که قالب شما قراره که اسمش هی تغییر بکنه، مثلا امروز یه اسمی گذاشتیم، فردا دوست داره اسمش عوض بکنید، اگر من میتونید به صورت ثابت اسم قالبتون رو اینجا بنویسید. ولی این یه حالتی هستش که اگر برای قالبتون اسمی تعیین نکردید، میتونید این دستور رو بنویسید که حالا هر مدل هر اسمی بودش خودش بتونه خودکار بخونه. هم اینجا داریم اینو و هم اینجا، هر دو گزینه کارش همینه. آدرس دهیشون هم ببینید به چه صورت هستش، به این شکل آدرس رو داده و در نهایت پوشه‌ای که داخل CSS هستش رو اینجوری معرفی کرده. CSS و جاوا اسکریپت تقریباً چیزاشون مثل هم هستش، ولی خب یه مقدار از لحاظ اون دستور اولیه فرق میکنه. اون add style sheet و این add script. کلاً برای آدرس دهی فایل‌های CSS و جاوا اسکریپت همین دوتا کار برای شما کافی هستش. برای این کد ها هم ابتدای کار کپی میکنید، قالب شما به راحتی به HTML تبدیل میشه. شما الان هر کد دستوری که می‌خواید بنویسید رو با اون دستورات اولیه که گفتیم و اون جی داک ها می‌تونید قالب HTML بنویسید. خیلی با حالا اگه بخوام پارامتر هم می‌تونید براش تعریف کنید، خیلی ساده و خیلی روان. سوالی نیست؟ با
موضوعی نیست. من برای اینکه این کار رو تست بکنم یه قالب HTML رو از قبل پیدا کردم و میخوام یه چند تا دستور رو داخل اون بنویسم و یک قالب جمله‌ای ساده رو طراحی بکنیم. البته دستور شرطی هم مونده که این رو هم توضیح بدم برای عنوان آخر مبحث. خیلی جاها اتفاق میفته که شما یه موقعیت ماژولی رو ندارید و نمیخواید نمایش داده بشه. اگر میخواین یه همچین اتفاقی بیفته اصطلاحا ما از کانت ماژول استفاده میکنیم. کانت ماژول میاد این ویژگی به شما میده که اگر این ماژول هیچ این موقعیت هیچ ماژولی توش نبود خود سیستم تشخیص میده که این موقعیت رو نشون نده. اگر این دستور رو داخل همون دیوی که این موقعیت ماژول رو نوشتید داخل همون اگه بخوایم بذارید اون دیو رو هم نمایش نمیده. یکی از ایرادایی که توی قالب‌های حالا طراحی قالب به وجود میاد این هستش که این کانت ماژول رو میان توی همون قبل و بعد جی داک میذارم و این کار باعث میشه که اون موقعیت اون استایل ها و اون خصیصه هایی که بهش داده اونها رو نشون میده. اگر میخوان اون دیو رو کلا نشون نده میتونید به این شکل بهش آدرس دهی بکنید که یک PHP if هستش گفته اگر این ماژول این موقعیت نبود پوزیشن 12 که همین نیم ما هستش نشونش نده. به همین سادگی. سوالی تو این قسمت نیست. حواس تئوریمون تقریبا تمام شده، بعد برسیم یه چند تا کار عملی هم انجام بدیم و دیگه تمام. اولین کاری که میخوام انجام بدیم همون فایل قالبی که هستش، من یه جمله از قبل نصب کردم، همون فایل قالبی که طراحی کردیم رو داخل پوشه تمپلیتس جملا حالا یه اسم براش انتخاب میکنم، مثلا من اینجا نوشتم تم SFD دیگه درسته؟ تم SFD داخل این فایل HTML CSS همون نمایش دادم، بازش که میکنیم یه همچین قالبیه. حالا نمیخوام همه جاهاشو درست بکنیم، فقط یه سری از قسمتاشو میخوام دستکاری بکنیم که مثلا این قسمت ماژولش هم شما حتی میتونید توی پارامترهای قالبتون طراحی بکنید و بگین که اصلا این اسلایدره توی قالب تعریف بشه، هیچ ماژولی واسهش نباشه. خب اولین قدمی که باید بردارید این هستش که این HTMLی که انتها هستش رو تبدیل میکنید به PHP. خب الان قالبی که ما میخوایم بسازیم، قالبی که میخوایم روش کار بکنیم خودش به صورت خودکار index.php رو داره. بازش میکنیم. از این نکته رو بگم، من تا دیشب رو لینوکس بودم و امروز متاسفانه رو ویندوزم. ببخشید. هر چقدر خواستم مخفی بکنم این ویندوزو نشد. دیگه تهش دریم ویور لو میده. خب نکته ای که هستش توی متا تگ هاست. شما ببینید اینجا متا تگ هایی که تعریف میکنید مثل حالا متا کیورد، متا دیسکریپشن و خیلی چیزهای دیگه، اینها رو دیگه توی قالب نذارید. تمام اون متا هایی که میخواید رو همه رو پاک کنید. تایتل رو پاک کنید، تایتل رو نیاز نداریم. فقط این متا ویوپورت بذارید باشه، این چرست هم بذارید باشه چون مال خود HTMLه. فوایکون رو نیاز نداریم. استایل شیت رو الان باید عوضش بکنیم. گوگل فونت هم برمیداریم. دستور شرطی IE هم برمیداریم. لنگ هم همون IM باشه. خب اولین چیزی که باید اضافه بکنیم اون دستورات PHP بودش که اونجا دادیم بهتون. چیکار کنم؟ زوم نمیشه. دیده نمیشه؟ خوبه که قشنگه.
این پی اچ پی نوشتم. این دستورات هم دارم کپی میکنم دیگه، این معلومه دیگه دستورات پی اچ پی. اون دستور هدی که من اول بهتون گفتم، اون جی داگ هد، اون توی تگ هد قرار میگیره. کلا استایل شیتا و هدا و این چیزا توی هد هستش دیگه، طبیعیه. این هد هم اینجا کپی میکنم. یه استایل شیت داریم اینجا، استایل شیت رو میخوام کپی بکنیم با همون دستور اد استایل شیتی که اینجا داشتیم. بعد دستور جاوا اسکریپتمون. که اینا دستورات جاوا اسکریپت ما هستش. خب فایل CSS جاوا اسکریپت خودمون رو بهش معرفی کردیم. سلام. و واقعا دیده نمیشه. تمامه. خب تا همینجا بسه دیگه. یه فایل XML هم هستش که دیگه الان فرصت نداریم. اون فایل XML هم همونطوری که بهتون گفتم مشخصات و پارامترهایی که توی قالب تعریف میکنیم و کنار همین فایل قالبمون می‌ریزیم و بقیه چیزاش هم دیگه خیلی مثل HTML میمونه، هیچ چیز دیگه ای نداره. همین. آره. اگر سوالی چیزی هستش بپرسید که دیگه وقتمون تموم شد. بلندتر. اسلایدر رو حالا میدم دوستان بذارن رو سایت اگر چیز باشه. اسلاید خاصی هم نیستش. چند تا چیز هستش که الان تغییر کردم تو همون داکس خود جمله رو بگردید کاملتر و بهتر هستش. فقط اینجا معرفی کردم. خواهش می‌کنم. سوالی، پرسشی، پاسخی، چیزی، موردی؟ سلامت باشید.